با عدم حضور مردم یا حضور مردم و رأی دادن به وضعیت کنونی ادامه می‌یابد. و اگر این همه نیست که نیست، فقط و فقط با حضور مردم میتوان به یک تغییر اساسی در جهت ارزش‌های انقلاب، در جهت سربلندی کشور، در جهت ایجاد امید بیشتر به آینده زیباتر، در جهت بالا بردن عزت و اعتبار ایران در صحنه بین المللی، برای همه اینها باید مردم به صحنه بیایند. کشور ما هم در درون دچار مشکلاتی است، هم مورد تهدیدهای فراوانی از بیرون است. معتقدم که ملت ما باید با احساس مسئولیت کامل با همه وجود در عرصه حضور به هم برساند. کسی که میاد در این انتخابات تعهداتی قبول بکنه نمیتونه خودش رو از غیر این تعهدات فارغ بدونه یا رها بکنه. نظام برای بقای خودش بازوان بلند برای در آغوش گرفتن همه نیروها باید داشته باشه. من مستقل به میدان آمدم، از همه نیروها استفاده میکنم و به همه احزاب و گروه هایی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن احترام میذارم. ما به بسیج اطمینان داریم که اگه صندوق رأی به دستش داده بشه، مثل ناموس خودش، مثل دین خودش ازش من زن میبرم که هم بودجه که شما دارید در سراسر کشور تمام پلاکات های شما همه جا رو گرفته، ممکن از این منابع تامین شده باشه. ایناست که فساد گسترده کشور مصبیر. کاندیدای قایب حضور نداره. اگر برنامه من راجع به سیاست های 4 سال گذشته چیز من به همین انگیز اومدم. من تعجب میکنم از شما. شما چطور وقتی که کسای دیگه اینجا نشستن نمی با اینا چنین صحبتی نمی کنید؟ هی اختار چیز قانون نمیدید. من تمام وقتم داده میشون 3 برابر این بیاد اینجا صحبت بکنه. شما ایشون اینجا دروغ میگه، هیچ کس چیزش نمیگیره، یخش نمیگیره. من اسم نبردم که کاندیدای بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون به وجود آورده دارم صحبت میکنم. اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار کنم، هم کار فرهنگی خودم میکردم. ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته به صورت بازی یه دونه چیز کرده، هی عکس خانم برای به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحی کنم. ایشون تا این اندازه خودشو پایین میاره. خب شما میگی که بنده حرف نزنم؟ چرا نزنم؟ مردم همه صحبت‌ها رو کنار هم بذارین. این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه. این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو گول بزنن. نقش خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنن که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن. ما آمده‌ایم بگوییم ادب مرد بهز دولت است. ما همه در اینجا جمع شده ایم برای آنکه از دروغ خسته شده ایم. ملت ما به تنگ آمده است، میخواد به عظمت ایران برگرده، به آزادی برگرده. خوب نیست که شما در امور داخلی مردم تجسس بکنید. ما میخواییم بگیم تجسس حرام است و تجسس غیر قانونی است. ما آمده این حساب میلیاردها تومان گم شده رو روشن بکنیم. حتی یک ریال اگر از سوی دولت به مردم داده میشه، این حق مردم است، نه هدیه مردم. ما آمده این بگوییم اول کشور خودمون رو اداره کنیم، سپس به مدیریت جهان بپردازیم.
وقتی جمع شدن برای نهایی، آیا دیکتاتوری غیر از این است که کسی رو به روی قانون بیسته؟ هیچ دولتی را من نمی‌شناسم که در عرض یک ساعت 200 مصوبه داشته باشه. ما آمده ایم به گرد هم تا دوباره ایران را پیدا کنیم. ایران دور از خرافت و تعجب. ما آمده ایم بگوییم بین ایران و اسلام فاصله نیست، شما فاصله نیندازید. ما میخواییم که از یک دولت انتظامی به سمت یک دولت خدمت گذار تغییر جهت بدید. ملت متحد با همه. ما ایران را دوست داریم. در این 10 روز آینده همه بیدار باشه، همه بیدار باشه. یک لحظه صحنه را خالی نکنید. موج سرد را به سراسر کشور گسترش بدید و بدانید که ملت آمادگی تغییر را دارد. زنان و مردان، ملت شریف، همه به پا خیزیم. این فرصت ها کم به دست می آید، آن را از دست ندهیم. بکوشیم همه پای صندوق ها بیاییم و با نوشتن نام زیبای میر حسین موسوی. از کازرون دنبالتون بودم. موفق باشه انشاءالله.